سرخط خبرها نتن یهو دیوانه شد آماده ی عملیات قوی هستیم بیانیه ضد ایرانی ترویکای اروپایی در شورای حکام آژانس انرژی اتمی و هشدار تازه چین به آمریکا همزمان با افزایش تنشها میان این دو کشور به نام پروردگار یک تا و بی هم تا سلام به این خبری از پیک خوش آمدید. بسیار قوی در شمال هستیم. گزارش ارشا در پی حملات بی امان سهشنبه حزب الله لبنان به شمال اراضی اشغالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار تهدیدهای توخالی خود از آمادگی ارتش این رژیم برای حملات قوی در این جبه صحبت کرده. شبکه دوازده رژیم صهیونیستی به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گزارش داد که ما آماده عملیات بسیار قوی در شمال و در مقابل حزب الله هستیم نتانیاهو در جریان بازی از کریات شمونه گفت که ما متعهد به بازگرداندن افراد ربوده شده و سرای صهیونیست در غزه به هر قیمتی هستیم. این اظهارات پس از آن بیان شد که حزب الله لبنان روز سه به حملات گسترده ای را به مناطق شمال عراضی اشغالی و به ویژه کریات شمونه انجام داد و این حملات منجر به آتش‌سوزی گسترده ای در این منطقه شد. در همین راستا سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه امروز با افزایش تعداد سربازان ذخیره به 350 هزار نفر در سایه تشدید تنش در جبهه شمالی موافقت خواهد کرد. از زمان آغاز جنگ غزه مرزهای لبنان و اراضی اشغالی نیز شاهد تبادل آتش میان حزب لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی است حزب لبنان بر توقف جنگ غزه به عنوان شرط خود برای توقف حملاتش علیه رژیم صهیونیستی تاکید کرده است حملات حزب لبنان که در حمایت از مقاومت غزه و پاسخ به حملات رژیم اشغالگر و غیر نظامیان در جنوب لبنان انجام می شود به کابوسی برای شهرک نشینان صهیونیست تبدیل شده است که چند ماهی است از از مناطق شمال عراضی اشغالی فرار کردند. به گزارش رسانه های ابری، ده ها شهرک در شمال عراضی اشغالی به دلیل حملات الله تخلیه شده و این مناطق شبیه شهر اروا شده است. ساکنان شهرک های شمال میگویند گویند کابینه نتنیهو آنها را به حال خودشان رها کرده و فکری برای حل بحران مناطق شمالی نمی کند. انگلیس، فرانسه و آلمان طی بیانیه مشترکی خطاب به شورای حکام آژانس المللی انرژی اتمی با تکرار برخی ادعاها اعلام کردند که ایران در مسیر تشدید و گسترش و برنامه هسته خود به سطح هشدار دهنده گام برداشته است در این بیانیه طی مواضع بی اساس از ایران خواستند که تشدید تنشهای هسته خود را متوقف کرده و از تهدید به تولید سلاح خود خودداری کند ترویک اروپا همچنین همزمان با آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی را ارائه کردند که قرار است در این نشست به رای گذاشته شود در ادامه با اشاره به گزارش اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی آمده است که تعجبی ندارد که گزارش آژانس بار دیگر تایید کند که ایران به تشدید فعالیت های هسته حساس خود در زمینه اشاعه ادامه داده و همچنان تخطی است تعهدات برجامی را دنبال می کند. در این بیانیه مشترک همچنین ادعا شده که در مدت زمان گزارش ایران به غنیسازی اورانیوم بسیار فراتر از تعهدات برجامی دست داده است ترویکای اروپایی با بیان اینکه ایران اکنون سی برابر حد مجاز برجام اورانیوم غنی شده دارد و ذخیره اورانیوم با غنای تا 60 درصد آن به طور قابل توجهی افزایش یافته است اعلام کردن که در سال 2022 میلادی دو بار نتیجه مذاکره ای که ایران را به پای دی به برجام برمیگرداند رد کرد و در عوض تصمیم گرفته است برنامه هستهای خود را به سطح نگران کننده ای افزایش و گسترش دهد از همین رو بسیاری از کشورهای غربی به خصوص آمریکا و ترویکای اروپایی نگران این مسئله هستند که ایران به صلاح ای دست پیدا نکند به دنبال اظهار نظر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه حادثه 35 سال پیش در تیان آنمن در چین هرگز فراموش نخواهد شد، پکن به واشنگتن هشدار داد که به بهانه حقوق بشر در امور داخلی این کشور دخالت نکند. به گزارش روز چهارشنبه از خبرگزاری فرانسه، ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که ما از طرف آمریکایی می‌خواهیم که دامن زدن به تقابل ایدول و دخالت در امور داخلی چین را به بهانه حقوق بشر شدیداً متوقف کند. بلینکن که سال گذشته دو بار برای بهبود روابط و کاهش تنشها با چین به این کشور سفر کرده بود، اظهار نظر تحریک‌آمیزی را در مورد حادثه میدان تیان آن من شهر پیکن در سال 1989 مطرح کرد. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه مدعی شد که در حالی که پکن تلاش می‌کند تا خاطره چهار جوان را سرکوب کند، آمریکا در کنار آنها می بایستد که به مبارزه برای حقوق بشر و آزادی فردی ادامه میدهند اعتراض های میدان تیان آنمن من مجموع اعتراضاتی در پکن بود که با هدایت دانشجویان از 15 آوریل تا 4 ژوئن 1989 یعنی 26 فروردین تا 14 خرداد 68 در دوران ریاست جمهوری یانگ شانگون چهارمین رئیس جمهوری چین به وقوع پیوست دولت چین پس از چندین هفته نورامی حکومت نظامی اعلام کرد که این موضوع به درگیری بین دانشجویان مت و نیروهای دولتی منجر شد که در جریان آنها ده نفر کشته و زخمی شدند در حالی که کشورهای غربی مدعی کشته شدن چند هزار نفر در این اعتراض ها هستند لینکن در ادامه این طور مطرح کرد که اعتراض مردمی که در میدان تیان آن من ایستادند فراموش نخواهد شد و نیروهای هوایی آمریکا و کره جنوبی امروز چهارشنبه در شبه جزیره کره رزمایش مشترکی را با یک بمب افکن تازه وارد برگزار کردند نقل از آناتولی بر اساس اعلام وزارت دفاع کره جنوبی نیروی هوایی این کشور به همراه همتای آمریکایی امروز رزمایش مشترک بمباران را در شبه جزیره کره برگزار کردند وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده که برای نخستین بار در رزمایشهای های هفت سالی دو کشور از بمب افکن بی بی یک استفاده شده است در بیانیه وزارت دفاع کره جنوبی آمده این با مفکن در حمله مستقیم به اهداف مهماتی مشترک واقع در یک موقعیت مکانی نامشخص در کشور مشارکت داشت و جنگنده های اف 15 که سئول نیز را اسکورت کردند آمریکا تاکنون کنون حدود 28500 نیروی مسلح به تسلیحات و مهمات در کره جنوبی مستقر کرده است این رزمایش در بحبوحه تشدید تنشها در شبه جزیره کره و تصمیم سئول مبنی بر از تمام فعالیت های نظامی در امتداد مرز مشترک با پیونگیانگ برگزار شد بر اساس گزارش رسانه های کره پیونگیانگ صدها بالون حامل زباله و فضولات را به آسمان کره جنوبی فرستاده است و سئول علاوه بر واکنش تون معاهده سال 2018 با پیونگیانگ در راستای کاهش تنش را ملغا کرده است کیم جون اون رهبر کره شمالی با تاکید بر لزوم سیانت از حاکمیت پیونگیانگ به تازگی رزمایش های نظامی این کشور را به شخص هدایت کرده است ممنونیم از اینکه یعنی تا پایان این خبری با ما همراه بودید